سلام، سلامی به زیبایی برگ‌های پاییزی. سلام خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران که یک به یک به ما می‌پیوندید. 35 برنامه پرسش و پاسخ رو با هم آغاز می‌کنیم. اولین سوال رو می‌پردازیم به سوال عزیزی که گفتن من چجور همسرم رو راضی به معاشرت با خانواده همسرم کنم؟ نه، عذرخواهی میکنم. من چجور همسرم رو راضی به معاشرت با خانواده خودم کنم؟ با خانواده خودش همسر مشکلی نیست، با خانواده خودش. خب اول ریشه این مشکل هست، یعنی ببینیم که چرا ایشون حاضر به معاشرت با خانواده شما نیست. آیا از اول همینطوری بوده و یا بعدن معاشرتش رو قطع کرده؟ آیا ابتدا اینطوری بوده و بعد به خاطر تجربه تلخی که به وجود اومده، و یا نه اصلا از اول ایشون کلن یک فرد درونگراست و خیلی تمایل به معاشرت نداره؟ اما ما میتونیم یه رفتار رو شکل بدیم. ما تکنیکی داریم در روانشناسی تحت عنوان شکل‌دهی رفتار. شکل‌دهی رفتار به این شکل است که به این صورته که شما هدف رو مشخص میکنی. وقتی هدف رو مشخص کردی، گام‌های رسیدن به این هدف رو هم مشخص میکنی. خب این گام‌ها میتونه گام‌های متوسطی باشه، نه گام‌های کوچک، نه گام‌های بلند. خب برای اینکه همسر شما به منزلتون بیاد، ما گام‌هایی رو داریم. مثلا ابتدا ما بتونیم کاری کنیم که ایشون فقط با اعضای خانواده شما صحبت کنه، مثلا تلفنی با هم حرف بزنن، حتی حضوری هم نه، تلفنی با هم حرف بزنن، مثلا با پدرتون، با مادرتون، با خواهر یا برادرتون شرایطی رو مهیا کنیم که اونها تماس تلفنی داشته باشن. و وقتی که تماس تلفنی میگیرن، طوری باشه که این تماس تلفنی به این صورت باشه که هم کوتاه باشه، هم یه تجربه شاد باشه برای شما. در واقع طوری باشه که وقتی همسر شما باهاتون با خانواده شما صحبت میکنه، از اون مکالمه لذت ببره. مثلا اگر یه فرد شادی تو خانوادتون هست، برادر، خواهر، پدر، مادر، اون زنگ بزنه و صحبت بکنه، کوتاه صحبت بکنه و خیلی شاد و فعال، و ببینی که ایشون از چه چیزهای خوشش میاد، همون مسائل رو مطرح بکنه. مثلا اگر عشق به فرض ارز و دلاره، از ارز و دلار براش حرف بزنه. اگر عشق ماشینه، از ماشین براش حرف بزنه. به هر حال ما اولین گام رو مشخص میکنیم، میگیم اولین گام اینه که ایشون فقط کانکت بشه، ارتباط برقرار کنه با خانواده شما. حالا منزلتونم نیومد، نیومد اشکالی نداره. وقتی که اعضای خانواده تونستن کانکت بشن و تلفنی و یا ویدیو کال، حالا مرحله دوم میتونه ویدیو کال باشه، مثلا ویدیو کال میکنن سلام آقا بهرام، دلمون تنگ شده براتون، کجایید، راستی فلان، خیلی کوتاه، یه دقیقه 30 ثانیه، خب خیلی کوتاه صحبت میکنن، تموم میکنن. پس اول مکالمه تلفنی میشه، بعد ویدیو کال میشه، بعد میتونیم در واقع کاری کنیم که شما فعلا بیایید، در واقع خانواده شما بیان هر از چندگاهی و منزل شما سر بزنن. و بعد ما از ایشون میخواییم که مثلا به بهانه های مختلفی بیان فقط یه توکپا منزل پدر یا مادر شما برگردن. زمان طولانی که مثلا بریم نهار، بریم شام، ایشون اصلا مال این حرفا نیست. خب یه توکپا بریم مثلا اینو بدیم بیاییم. خب
یا بریم فلان چیز رو بگیریم بیاییم، مثلا مامان اینا نظری پختن، بریم یه دقیقه مثلا اینو بگیریم بیاییم، حتی ممکنه تو هم نیاد سر کوچه بیسته، خب اشکالی نداره بهتون بر نخوره. خانواده میان پیشش، سلام آقا بهرام خیلی خوش اومدی، چطوری بابا، تشریف بیارید تو. نیومدم اصرار نکنید، فقط سعی کنید ارتباط خوب برقرار کنید. خب وقتی که این خوشش بیاد، لذت ببره، احتمالاً اون حالت مکانیزم دفاعیش میشکنه و بعد حالا میتونیم گامهای بلندتری رو داشته باشیم. مثلا ایشون اگر به فرض تو کارهای فنی وارده، مامان اینا مثلا بخاریشون زمستون پاییزه میخوان روشن کنن، اگه میتونید مثل که مشکل پیدا کرده یه کمکی بهشون برسون. خب اینطوری به بهانه های مختلف من تا کوتاه کوتاه ما میکشونیمش ایشون رو به اون هدف اصلی که معاشرت باشه. و حتی مثلا ما میتونیم برنامه های بیرون بذاریم، مثلا بیرون پیکنیک بذارید، شمال رفتن بذارید، برنامه های مختلف کوه رفتن بذارید، بیرون همدیگر رو ببینن، حالا منزل شما نیومدن اشکالی هم نداره. بنابراین روش شیپینگ اینطوریه، شما از روش شکل دهی رفتار استفاده میکنید، از گام های کوچک به تدریج فرد رو تقویت میکنید. گام اول خیلی خوب قدم برداشته شد، میرید به گام دوم، گام دوم خوب قدم برداشته شد، میرید به گام سوم. مثلا گام اول تماس تلفنی، اون تماس های تلفنی ممکنه یک ماه طول بکشه، اشکالی نداره، ولی اون کانکشنه ایجاد بشه، ارتباطه ایجاد بشه، ایشون یخش بشکنه. وقتی تماس های تلفنی تموم شد، حالا ویدیو کال ها بشه، ویدیو کال ها تموم شد، حالا یه سر تو که پا بریم منزل بابا اینا بیاییم، اینجوری انجام بشه. اینم یک ماه انجام بشه، ممکنه یه پروسه 6 ماهه باشه، ولی عجله نکنید. خب مثلا روانشناسا تونستن یه کودکی رو که 2-3 ساله بود و عینک به چشمش نمیزد، با همین روش شیپینگ، هر روشی پیش گرفته بودن موفق نبود، اما این بار اومدن با روش شیپینگ استفاده کردن. مثلا اول عینک هایی رو گذاشتن که قاب خالی بود، یعنی چیز نداشت، در واقع شیشه نداشت، ریختن دور بر این بچه، هر بار که این بچه این عینک رو میزد به چشمش یه شکلات بهش میدادن. خب حالا شکلات تو موضوع شما چیه؟ اینی که مثلا برادر شما، خواهر شما یه موضوع قشنگ میگه، خنددار میگه، شاد میگه و ایشون خوشش میاد، اون نمیشه شکلات ها برای همسر شما. خب و این بچه که اون قاب عینک رو میزد رو چشمش، تقویت دریافت میکرد، تشویق و پاداش دریافت میکرد، بعد که به مدت طولانی میذاشت رو چشش تقویت دریافت میکرد، بعد قاب شیشه‌ای اضافه کردن، منتها چیز معمولی، وقتی میزد به چشمش پاداش دریافت کرد، بعد اون عینک خودش رو گذاشتن پاداش دریافت. خیلی قشنگ با روش شیپینگ کاری کردن، این بچه که اصلا به هیچ صراطی مستقیم نبود که عینک بزنه، عینک زد. خب این روش شیپینگه. بفرمایید. خب یادمه یه بار ما اسباب کشی داشتیم، خیلی جالب بود، من از روش شیپینگ استفاده کردم. خب میدونید که اینا که میان اسباب کشی میکنن، معمولا کش میدن برای اینکه پول بیشتری بگیرن، مثلا دو راه سه راه برن بیان، به جای مثلا یه راه قشنگ میتونن بار بزنن، ولی خب کش میدن و اونقدر بارها رو بد میذارن برای اینکه بتونن دو سه راه برن بیان. البته همشون نه، بعضیاشون، حالا شاکی نشن اونایی که تو کار حمله بار هستن. من هر بار که این کارگرا میومدن از کنار من رد میشدن، من گفتم ماشاءالله، باریکالله، خسته نباشی، خدا قوت، عزت زیاد، هزار ماشاءالله، کولاک کردی، چقدر سنگین بلند کردی، نه خودتو اذیت نکن، یه ذره سبکتر بردار، برعکس اون چیزی که همه ممکنه بگن چرا یه دونه قوطی برداشتی 4 طبقه رو میاری پایین میبری. نه، من هر بار اینا رو میدیدم تشویقشون میکردم. خب حتی بهش گفتم که
مثلا سیگار میکشی برم برات بگیرم، خب آی گفتی سیگار، آخ 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 الان طالب سیگار بودم، رفتم از سوپرمارکت یه بسته سیگار گرفتم بهش دادم. خب من اینطوری تقویت میکردم اینا رو. بعد اول هر بار که از کنار من رد میشدن گفتم ماشاءالله آفرین باریکالله خدا قوت. بعدن چیکار کردم؟ بعدن یه درمیون دو درمیون میگفتم که ماشاءالله خدا قوت آفرین دست مریضا. بعد سه درمیون چهار درمیون اینجوری در واقع از تقویت پیوسته بهش میگن روانشناسا، به تقویت ناپیوسته میرسیم. تقویت پیوسته یعنی هر بار که طرف کار خوب انجام میده تشویقش کن. تقویت ناپیوسته یعنی یه درمیون دو درمیون سه درمیون تشویقش کن. خب تقویت ناپیوسته خیلی قوی تره، ولی که طرف شرطی میشه دیگه، یعنی مغزش برنامه ریزی میشه که شما تقویتش کنی. خلاصه این باره رو زدن از ساعت تقریبا فکر میکنم 8 شب تا 11 12 شب طول کشید. 4 ساعت بار زدن به جای 1 ساعت، به جای اینکه 1 ساعت مثلا سنبلش کنن بره 4 ساعت بار زدن. بعد که میخواستن از کوچه ما برن این بار میخورد به این سیمای برق. همین کارگره میگفت آقای محمدی باور کن من 13 ساله دارم این کار میکنم، تو عمرم همچین باری نزده بودم. خب این روش شیپینگه. ببینید بنا رو بذارید بر تقویت، در حالی که اونجا مثلا یک دو تا از همسایه‌ها بودن، دوستا بودن، گفتن اینا کار نمی‌کنن ها، یه چیزی بهشون بگو. خب اینجوری طرف فراری میشه. ما بنا رو میذاریم همیشه بر تقویت طرف مقابل. پس یک اصل مهم بهداشت روانی، اینو آویزه گوشمون کنیم، بنویسیم، بزرگ بزنیم تو خونه، همه جا این حلقه اصلی زندگی ما باشه، که همواره بنا رو بر تقویت انسان‌ها بگذارید، قطعا شما موفق‌تر هستید تا بنا رو بذارید بر